گزارش همه شرایط را نسنجیده، نه علل فاجعه را مشخص می کند و نه زنجیره حوادثی را که به آن منجر شد. این یک گزارش نیست، بلکه مجموعه ای از اطلاعات دستکاری شده است که هدفش نه تعیین واقعیت که تبرئه جمهوری اسلامی است. تکرار موضع رسمی ایران در گزارش نهایی بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراین. سازمان هواپیمایی کشوری اپراتور پدافند موشکی سپاه را مقصر اعلام کرد. اوکراین میگوید تلاشی ریاکارانه برای کتمان حقیقت است. از یک متخصص فناوری نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا میپرسیم دلایل فنی ارائه شده از طرف ایران چقدر قانع کننده است. همچنین با حامد اسماعیلیون که دختر و همسرش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده درباره این گزارش صحبت می‌کنیم. همچنین در برنامه امشب گفتگوی BBC فارسی با نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران رابرت مالی میگوید سیاست فشار حداکثری شکست خورده و دنبال نخواهد شد. ببینید، اولا که این اتهامات رسمی نیست، جای ثبت نشده، نه دادگاهی این اتهامات. پاسخ امیر حکمتی درباره زن پلیس فدرال آمریکا به جاسوسی او برای ایران. این آمریکایی ایرانی تبار میگوید از مأمور FBI شکایت کرده. و نگاهی به ملی شدن صنعت نفت ایران 70 سال بعد. شصت دقیقه زنده از BBC در لندن. خطا در تنظیم جهت جغرافیایی، خطای اپراتور دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران و زنجیره‌ای از خطاهای پیشبینی نشده. خطاهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و جان باختن 176 سرنشین آن شد. این بخشی از گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری ایران است که بالاخره بعد از گذشت بیش از یک سال از سرنگونی هواپیما منتشر شده. اوکراین، کشوری که هواپیما متعلق به آن بود، از این گزارش ناراضی است. وزیر خارجه اوکراین این گزارش رو تلاشی ریاکارانه در جهت پنهان کردن حقیقت خوانده و گفته اجازه نخواهد داد حکومت ایران از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. کانادا هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. این گزارش چقدر افکار عمومی و خانواده‌های قربانیان را راضی می‌کند؟ متخصصان چه می‌گویند؟ در این باره بیشتر حرف می‌زنیم. اول بریم سراغ همکارم بهرنگ تاجدین که این گزارش رو با دقت بررسی کرده و دیده. بهرنگ، گزارش آیا مقصر رو در نهایت معلوم میکنه؟ ببین، گزارش به دلایل خیلی محدودی تعیین شده. یعنی این گزارش 140 صفحه‌ای که در واقع در تقریبا آخرین ساعات کاری سال 1399 هم منتشر شده، میگه هدفش فقط شناسایی دلایل و ریشه های این اتفاق برای پیشگیری از رخدادهای مشابه و بعد صحبت از این میکنه که این داستان سه جنبه داشته: جنبه غیر نظامی، جنبه نظامی و بعد جنبه همکاری نظامی و غیر نظامی. میگه توی جنبه نظامی داستان فقط چه رو بررسی کردن، به چرایی و چگونگی اتفاق اصلا کاری نداشتن. فقط توی جنبه های غیر نظامی، یعنی محدوده کار سازمان هواپیمایی کشوری، اومدن بررسی کردن که چرا اتفاق افتاده و اون جایی که سازمان هواپیمایی کشوری میاد با نهادهای نظامی و پدافند هوایی کشور صحبت میکنه. و آیا جایی گفته شده که چرا در واقع آسمان کشور اون شب بسته نشد؟ ببین، صحبتی که هستش اینه که یک ارزیابی ریسک انجام دادن و گفتن پروازهای خروجی از فرودگاه‌های غیر نظامی در شرایطی که کشور هنوز وارد هیچ جور نبرد و جنگی نشده، در شرایط فقط هوشداره، احتمال اینکه شناسایی اشتباه یک هواپیما باعث سقوطش بشه خیلی کم بوده و دلیل اینکه خیلی کم بوده این بوده که گفتن که در واقع قبل از پرواز از به پدافند اطلاع میدن و اجازه میگیرن که آیا این پرواز میتونه بلند شه یا نه. و با وجود این سازمان هواپیمایی کشوری میگه که اگه ما بتونیم تصویر بعدی رو ببینیم، در واقع کریدور غرب کشور، یه سری مسیرهای پروازی غرب کشور در مرز عراق و ترکیه رو، اینها رو کاملا بسته. یه سری هواپیمایی که یه سری پروازایی که قرار بوده اون ساعت‌ها برن به عراق اینا لغو شدن. حتی یه پرواز بریتیش ایرویز می‌خواسته از عراق وارد ایران بشه، رد بشه، اجازه ندادن بیاد. و نکته دیگه‌ای که میگن که پرواز 752 من فکر کنم رد کردیم. حالا پرواز 752 اتفاقی که براش افتاده این بوده که قبل از اینکه موتورش رو روشن کنه فرودگاه و مقام‌های هواپیمایی به پدافند هوایی کشور اطلاع دادن، اجازه گرفتن، مسیر رو هم کاملا به در واقع بخشای نیروهای مسلح ایران گفته بودن، همه در جریان بودن. پس چرا اون وقت موشک شلیک شده؟ ما یه خورده جلو رفتیم، ولی توضیح بده از اون چه. ببین حرفی که میزنن میگن که ساعت 4:54 یعنی 1 ساعت و 20 دقیقه قبل از اینکه موشک شلیک بشه این سامانه تور M1 100 متر جابجا شده و وقتی 100 متر جابجا شده کلا اون موقعیت راداریش 105 درجه اشتباه بوده، قطب نماش تنظیم نشده. و بعد اتفاقی که افتاده این بوده که ساعت 6:14 ببخشید من دیگه اینجا دارم به حافظم اتکا میکنم، 6:14 اپراتور یه در واقع شیعی رو دیده، این هواپیما رو دیده، ولی کاملا فکر این هواپیمایی که داشته به سمت شمال غرب میرفته رو فکر کرده داره به سمت شمال شرق میره، به سمت تهران میره و جاش رو هم کاملا اشتباه فهمیده، تماس گرفته، جوابی نیومده و بعد از اینکه جوابی نیومده خودش تصمیم گرفته که شلیک کنه. و بعد اتفاقی که افتاده این بوده که 30 ثانیه بعد دیده که این هواپیما همچنان داره حرکت میکنه و بعد شلیک دوم در واقع موشک دوم رو شلیک کرده. این قسمت گزارش به نظر میاد که کاملا کپی پیست در واقع روایتیه که سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح به این تیم تحقیق دادن و خیلی وارد جزئیاتش آیا مشخص شده که این موشک اول بود یا موشک دوم که هواپیما رو ساقط کرده در گزارش؟ ببین اتفاقی که افتاده اینه که توی گزارش در واقع متن گفتگوهای کابین خلبان که توی جعبه سیاه هواپیما بوده این پیاده شده. ببین ساعت 6:14:55 صدای یا 54 ثانیه صدای انفجار میاد و تا 20 ثانیه بعد از اون خلبان‌ها دارن هنوز حرف میزنن، یعنی 18 ثانیه بعد همچنان دارن میگن که موتورها داره کار میکنه. خب اما اگر بتونیم ما بعدی رو ببینیم اتفاقی که میفته اینه که خود گزارش میگه که این جعبه سیاه هواپیما در واقع برخورد موشک دوم رو ثبت نکرده، سامانه دفاع هوایی میگه که موشک دوم به هدف نخورده، هرچند که ویدیویی که توی اون کارگاه ساختمونی اون منطقه ضبط شده بود نشون میده که موشک خورده. و بعد در ادامه صحبتی که میکنه اینه که میگه که اگه موشک اول اونجا خورده باشه به هواپیما، موشک دوم 900 متر شمال هواپیما منفجر شده. خب دو تا روایت مختلف میده و آخرش میگه که اصلا نمیخواد تصمیم بگیره که بالاخره موشک دوم به هواپیما خورده و موشک دوم هواپیما رو ساقط کرده یا نه. میگه که ما چیزی که دنبالش هستیم اینه که بفهمیم چرا این اتفاق افتاده، اینکه موشک دوم خورده یا نه رو کلا ازش عبور کرده، هرچند که نشون میده میگم تا 20 ثانیه بعد از برخورد موشک اول هواپیما حداقل خلبانانش زنده بودن، هواپیما همچنان داشته حرکت میکرده. بالاخره حالا ما میفهمیم که چرا این اتفاق افتاده، یعنی نتیجه نهایی چی هست؟ نتیجه گیری نهایی که میکنن یه مقداری دیوارمون امشب کمک نمیکنه. ببین دو تا نتیجه گیری نهایی کرده. نتیجه گیری نهایی اولش این بوده که هیچ دلیلی نداشته که این سیستم پدافند موشکی تور M1 سپاه این هواپیما رو به عنوان یک حالا شیء پرنده متخاصم تشخیص بده و بهش حمله کنه. از این جهت داره میگه که حالا سازمان هواپیمایی کشوری و دولت به نوعی هیچ دلیل نداشته که فکر کنم ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته و جلوی پرواز هواپیما رو بگیرن. در کنار این صحبت از این میکنه که این به خاطر اینکه هیچکس انتظار اینو نداشته، کسی به این ریسک موقع ارزیابی ریسک هم فکر نکرده. ببین بخوام جمع‌بندی کنم، گزارشه به نوعی داره سازمان هواپیمایی کشوری رو در واقع ازش سلب مسئولیت میکنه. خب ولی در ساعتی بعد از انتشار گزارش، اوکراین اولین کشوری بود که به این داستان واکنش نشون داد و به نوعی ایران رو به پنهانکاری متهم کرد. Сьогодні Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування катастрофи українського рейсу МАУ PS-752 під Тегераном. Раніше Україна направляла іранській стороні більше 90 сторінок зауважень та пропозицій до проєкту цього звіту. Та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документу. Але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті, ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття нашого літака. Аналіз документу доводить, що Іран провів технічне розслідування. وزیر خارجه اوکراین بود که در مورد این گزارش صحبت میکرد. مایک میهایلوویچ، متخصص فناوری نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا از تورنتو با ما هست. آقای میهایلوویچ، میتونم واکنش شما رو بشنوم؟ گزارش رو دیدید، گزارش به انگلیسی هم منتشر شده. میخوام بدونم که خودتون وقتی گزارش رو میخونید ازش چه متوجه میشید؟ من خیلی برام قابل تعجب بود. متعجب شدم که اطلاعات زیادی درباره اون واحد پدافند هوایی منتشر شده بود. فکر می‌کردم که بیشتر راجع به این مسئله بگم، ولی فقط چند صفحه راجع به خود پدافند هوایی منتشر شد. اول من این بودش که خیلی تحلیل ضعیفی دادند از اون سامانه دفاعی که موشک رو شلیک کرد. وقت نکردم که همش رو بخونم، اما دیدم که راجع به خود سقوط هواپیما کلی تحلیل کردن، راجع به قطعات هواپیما صحبت کردن، اما اون بخشیش که از همه مهمتر هستش تعاملی بوده بین کسانی که اون سامانه پدافند رو اداره می‌کردن با خدمه هواپیما، اما این رو پوشش ندادن. یه دلیلش این هستش که سازمان هواپیمایی این گزارش رو منتشر کرده و اون سامانه دفاعی هم البته متعلق هستش به سپاه پاسداران. برای این دو تا نهاد کاملا جداگانه هستن و متأسفانه ما هیچ نفوذی نداریم روی اینکه از سپاه بخوایم که اطلاعات بیشتری منتشر بکنه. اما در نهایت برای من جالب بود که خیلی روی این مسئله فکر نکردن. اما از طرف دیگه اون چه که من دیدم در این گزارش این هستش که دارن خدمه‌ای که یعنی افرادی که سامانه دفاعی رو اداره می‌کردند مقصر اعلام می‌کنن، نه رده‌های بالای فرماندهی سپاه رو. قابل تعجب نبود، اما به نظر من باید خیلی تمرکز بیشتری روی اون سلسله مراتب فرماندهی میذاشتن. میدونید تناقض یعنی گزارش نمیبینم، اما مؤلفه‌های مختلف گزارش خیلی ضعیف هست. هر جایی که سعی کردن که یه توضیحی بدن اتفاقا سوالات بیشتری رو ایجاد کردن. برای همین برای من قابل تعجب نیست، شگفت‌زده نشدم که همه تقصیرها رو انداختن به گردن کسانی که اون سامانه هوایی و موشک رو شلیک کردن تا اینکه نگاه بکنن روی سلسله مراتب فرماندهی در سپاه و اون سامانه دفاع هوایی و همینطور بحث خود عبور و مرور هواپیما. این نقطه ضعف بزرگ گزارش بود به نظر. گفته شده که اپراتور عملا جهت جغرافیایی رو اشتباه گرفته، 107 درجه اشتباه بوده، شمال رو اشتباه گرفته بوده و بعد میگن که زنجیری از خطاهای پیش بینی نشده اتفاق افتاده. واقعا چقدر ممکن هست که این اتفاق توسط اپراتور بیفته که خطای به این بزرگی و بعد اینکه آیا ممکنه دستور برای زدن چنین موشکی، یعنی اون اپراتور خودش به تنهایی آیا به نظر شما میتونه تصمیم بگیره که این موشک رو بزنه؟ That is very good question because we don't know what ما نمیدونیم که چه دستوراتی اونها دریافت کردن، برای همین نمیتونیم بگیم. اونها دستورشون این بود که هر چی تو هوا بود رو بزنن. این رو میدونیم، این خیلی روشن هستش. اونها یه سری دستور گرفته بودن و دارن دستورها رو اجرا میکنن. من میدونم که نمیشه گفتش که عمدی بود یا نه، ولی کاری که اونا کردن که دستورات مراتب بالاتر فرماده ای رو اجرا بکنن. یه مسئله هستش که خیلی روشن هستش. دارن راجبه یک سامانه دفاعی حرف میزنن تو این گزارش و کسانی که مدیر و مسئول چنین سامانه‌ای بودند. ولی سوال اینجاست که شما وقتی چنین سامانه‌ای رو در نزدیکی پایتخت کشور داشته باشین، اصلا چرا باید که چنین اشتباهی رو مرتکب بشین؟ البته غیر ممکن نیست که اونجا که شما گفتین اینها موقعیت جغرافیایی هواپیما رو اشتباه گرفتن، ولی خب بعضی موقع اینجوری نیستش که سامانه دفاعی فقط بیا روی یه نقطه متمرکز بشه. اگه واقعا اینا دستور داشتن که هرچی در هوا بود شلیک بکنن، بعد در نقاط مختلف کشور اینطور باشه. چرا فقط اون نقطه این اتفاق افتاد؟ خیلی سخت باور کردن حرف اونا. خیلی خب، حالا فقط اونا یک سکوی پرتاب موشک داشتن. خیلی خب، ما این را قبول میکنیم، اما این تصمیم که بیان این نقطه‌ای که این سکوی شلیک موشک وجود داره رو گهگاهی به خاطر ردیابی نشه توسط حریف یا دشمن جابجا بکنن، ما این را قبول میکنیم، اما سوال اینجاست که از چه سلاح‌هایی دارن استفاده میکنن، در چه نقطه‌ای، و این هم بستگی داره که بعد درک درستی از اون رادار و موقعیت یابی اهدافی که تو هوا هستن داشته باشن. و خب با یک دستگاه رادار عادی باید بفهمن که شمال کجاست، شرق کجاست. اینجوری که نمیتونن اشتباهی به این بزرگی مرتکب بشن، مخصوصا که قرار باشه در حالت آماده باشه جنگی باشن. میدونید باید اینا اصلا انقدر آموزش خوب باشه که بتونن این موقعیت ها رو درست شناسایی بکنن، نه اینکه به این سادگی بتونن این رو اشتباه بگیرن. من این رو شنیدم که اینها من فکر کنم که بیشتر یک بحث خیلی بزرگتر و مفصلتری هستش که چرا اینا تونستن این موقعیت ها رو اشتباهی بگیرم، ولی چیزی نیست که خیلی اتفاق بیفته. در طی 25 سال تجربه‌ای که من داشتم، فقط در طی مانورها تمرین نمی‌کنم از این اشتباه بیفته، ولی کسانی که مجرب هستن و در این زمینه‌ها تجربه دارن باید آموزش خیلی خوب داشته باشن. اصلا باید غریزه‌شون این باشه که بتونن تصمیم بگیرن شمال کجاست، شرق کجاست، موقعیت جغرافیایی درست تشخیص بدن، مخصوصا در نقاطی که پروازهای غیر نظامی در پرواز هستند. خیلی میدونین مخصوصا اگه در منطقه باشه که هواپیمای غیر نظامی داره پرواز میکنه، هواپیمای مسافربری رفت و آمد دارن، باید اتفاقا مهارت و تمرینشون خیلی قوی تر باشه که اینجوری اشتباه نگیرن. وقت بیشتری نداریم. آقای میهایلوویچ، ممنونم از شما. متاسفانه وقت بیشتری نداریم. مایک میهایلوویچ، متخصص فناوری نظامی با ما. اما همونطور که بیشتر هم گفتیم، وزیر خارجه اوکراین هم واکنش نشون داده و اونها این گزارش رو تلاش ریاکارانه در جهت مخفی کردن حقیقت عنوان کردند. این صحبت ها رو ببینیم. امروز ایران گزارش نهایی بررسی فنی درباره سرنگونی پرواز 752 در آسمان تهران را منتشر کرد. اوکراین پیشتر پیشنهادها و نظرات خود درباره پیشنویس این گزارش را در بیش از 90 صفحه به ایران ارائه کرده و از آنها خواسته بود در گزارش نهایی بگنجانند. اما گزارشی که ما امروز شاهد انتشارش بودیم، تلاش ریاکارانه برای کتمان دلایل واقعی سرنگونی هواپیمای مسافربری ماست. بررسی این گزارش ثابت می‌کند که تحقیقات فنی ایران در موارد متعدد معیارهای بین‌المللی کنوانسیون شیکاگو و سازمان بین‌المللی هوانوردی را نقض کرده. ما ناچاریم اینطور نتیجه بگیریم که تحقیقات ایران مغرضانه، شواهد ارائه شده گزینشی و نتیجه گیری آن گمراه کننده بوده. این گزارش همه شرایط را نسنجیده، نه علل فاجعه را مشخص می کند و نه زنجیره حوادثی را که به آن منجر شد. این یک گزارش نیست، بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات دستکاری شده است که هدفش نه تعیین واقعیت که تبرئه جمهوری اسلامی است. این گزارش مایه ناامیدی اوکراین و دنیای متمدن است. ایران نتوانست مسئولیت پذیری لازم را از خود نشان دهد که فجایعی از این دست در آینده تکرار نشود. اگر ایران داوطلبانه اراده لازم برای آشکار کردن حقیقت را از خود نشان ندهد، ما و شرکایمان راهی خواهیم یافت که حقیقت روشن شود. ما اجازه نخواهیم داد ایران حقیقت را پنهان کند یا از زیر بار این جنایت شانه خالی کند. فارغ از زمان و تلاشی که ما صرف خواهیم کرد، مهم این است که عدالت پیروز خواهد شد و این فقط بحث اصول نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی است در قبال تمامی قربانیان این تراژدی وحشتناک. وزیر خارجه اوکراین بود. اما برای بحث بیشتر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS-752 از تورنتو با ما هست. آقای اسماعیلیون، گزارش رو خوندید، بذارید بریم سریع سر اصل مطلب. چه چیزی از این گزارش برای شما جدید بود؟ چیز جدیدی ما در این گزارش ندیدیم. یکی دو نکته در مورد تور ام-1 نوشته شده بود، ولی خب به نظر ما این گزارش مجموعه ای از فریب ها و دروغ های تکراری بود که ما رو شگفت زده نکرد. منتظر چه بودیم در این گزارش؟ دقیقاً بهرنگ هم گفت و همینطور از صحبت‌های کارشناس فنی اونم شنیدیم که در مورد اینکه چطور این اتفاق تونسته چنین اشتباهی شکل بگیره اونطور که خودشون میگن هیچ توضیحی اونجا داده نشده. آیا کشورهایی که شما باهاشون کار میکنید از جمله کانادا و اوکراین از ایران خواسته بودن که در این مورد توضیحی بده و ایران رد کرده؟ ببینید، ما خانواده ها منتظر این گزارش نبودیم. ما در واقع به ما گفته شده بود از طرف این دولت ها که شما باید تا در واقع انتشار گزارش نهایی منتظر باشین تا ما بتونیم واکنش لازم رو نشون بدیم. طبق اون چی که من میدونم اوکراین حدود 90 صفحه و کانادا حدود 50 صفحه توضیح در مورد این گزارش، در مورد این پیشنویس به ایران داده بودن که ایران موظف بود این رو در گزارش نهایی منتشر بکنه. پاسخ باید میداد در درجه اول که این رو نادیده گرفته و بعد در درجه دوم باید این رو در گزارش نهایی منتشر میکرد و در واقع تمسخر قوانین بین‌المللی ادامه داره همچنان از طرف ایران. اوکراین همونطور که شنیدیم وزیر خارجهش خیلی تند واکنش نشون داده و گفته که حاضر قدم‌های بین‌المللی برداره این کشور برای اینکه مشخص بشه دلیل این حادثه چه بوده. چقدر امیدوارید هنوز از طرف کانادا، البته واکنشی ما ندیدیم، ولی چقدر امیدوارید که اونها واقعا برن به سراغ اونطور که وزیر خارجه اوکراین میگفت دادگاه‌های بین‌المللی؟ کانادا 3 تا واکنش نشون خواهد داد. فردا صبح ساعت 9:30 صبح مسئول در واقع ایمنی حمل و نقل در کانادا خانم کتی فاکس کنفرانس مطبوعاتی دارن. دولت جداگانه واکنششون خواهد داد و همینطور تیم تحقیقات مستقل کانادا یک گزارش مستقل منتشر خواهد کرد که در واقع 3 واکنش متفاوت از 3 نهاد متفاوته. ولی به نظر ما خیلی پیشتر از این باید این پرونده به دادگاه بین‌المللی ارجاع داده میشد، نه از لحاظ فنی و از لحاظ ایمنی پرواز، از لحاظ جنایی. این پرونده یک پرونده جنایی است. یک آدمکشی اتفاق افتاده، 176 نفر و یک کودک به دنیا نیامدن رو 177 نفر رو به قتل رسوندن و جز یک دادگاه بین‌المللی مثل دادگاه لاهیج دادگاه صلاحیت این بررسی رو نداره. و یک بار دیگه ما رو یادآوری بکنید که انتظارتون از این که اون چیزهایی که اون جزئیاتی که میخواید در این گزارش باشه چه هست؟ ببینید، باید در مورد دستگاه پدافندشون توضیح میدادن. ما یک گزارشی هست در به عنوان یک مرجع استاندارد که قبلا منتشر شده، اون هم گزارش پرواز MH17 هست که بخش زیادیش به پدافند اختصاص داده شده، بخش زیادی به وقایعی که به اون سقوط منجر میشه، هیچ چیزی شما در این گزارش نمیبینید. این گزارش حتی سوالات جدیدی رو ایجاد میکنه که این پدافند 100 متر جابجا شده و 5 دقیقه قبل از پرواز PS-752 در وضعیت عملیاتی قرار میگیره. این جز این که شایبه عمدی بودن رو بسیار تقویت میکنه، هیچ چیز دیگه‌ای برای ما نداره و ما باید منتظر باشیم تا در واقع جامعه بین‌الملل این سوال رو به ما پاسخ بده. وقتی میگید که خب سوالات تازه ایجاد میکنه، شما به هیچ عنوان نمیتونید بپذیرید اون که میگن خطای اپراتور بوده، اینطور که از صحبتاتون متوجه میشم، و خطا در تنظیم جهت جغرافیایی، به خصوص با توجه به اینکه این خطا در نهایت خیلی هم مستقیم زده شده، خود هواپیما رو هدف گرفته. چطور فکر میکنید ایران رو بتونید در این مورد پاسخگو بکنید؟ ببینید، ایران این گزارش خودش یک روند جداگانه داره. این گزارش در واقع طبق قوانین سازمان جهانی هوانوردی است. الان این 5 تا کشور میتونن این گزارش رو ببرن در سازمان ایکاو و اگر نتونن پاسخ بگیرن از ایران، میره به دادگاه لاهه. این یک راه حقوقی این پرونده است. راه دوم حقوقی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، پرونده جنایی است که در اوکراین شکل گرفته و همین الان هم میتونه این پرونده به دادگاه بین‌المللی بره. با این دروغ‌هایی که ایران منتشر کرده، با رفتاری که خودش نشون داده، راه مسیر رو به نظر من خیلی هموار کرده. ممنونم از شما. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS-752. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، در مصاحبه‌ای با BBC فارسی گفته که سیاست فشار حداکثری شکست خورده و دنبال نخواهد شد. این نخستین گفتگوی تلویزیونی آقای مالی در این سمت در دولت جو بایدن است. گفتگوی او با بهمن کلباسی رو ببینید. آقای مالی، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. 2 سال پیش که با هم صحبت می‌کردیم، یکی از انتقادهایی که خود شما داشتید به سیاست فشار حداکثری این بود که اثر معکوس داره، ممکنه وضعیت رو خطرناک بکنه در منطقه، و بیشتر مردم ایران هستند، نه حکومت ایران و مقامات ایران، که هزینه این فشارها رو میپردازن. البته مقام های ترامپ خیلی صریح هم میگفتن که در هم شکستن اقتصاد ایران یکی از موفقیت‌هاشون بوده. شما به من گفتید که این نشانی از موفقیت نیست. ولی حالا آقای بایدن وعده داد که این سیاست رو تغییر میده، عملا هنوز تغییر نکرده. دقیقاً چه پیامی دارید به مردم ایران در آستانه نوروز که بسیارشون شاید انتظار داشتن که شاهد تغییراتی باشن در سیاست آمریکا؟ اولین چیزی که من به شما خواهم گفت، 2 سال پیش اینو گفتم، دوباره تکرار میکنم، هم پرزیدنت بایدن و تمام مشاورانش هم تکرار کردند، سیاست فشار حداکثری شکست خورده. این شکست کاملا قابل پیش بینی بود. به بهتر شدن زندگی مردم آمریکا کمک نکرد، به زندگی مردم ایران کمکی نکرد، برای آمریکا بد بود. ما میخوایم ورق رو برگردونیم و این مسئله پشت سر بگذاریم. سیاست فشار حداکثری باید متعلق به گذشته باشه. کاری که ما باید بکنیم اینه که به نقطه برسیم که آمریکا بتونه تحریم ها رو لغو بکنه و آمریکا هم بتونه کاملا به تعهدات هسته‌ای خودش عمل بکنه. این هدف پرزیدنت بایدن هستش. در طول کارزار انتخاباتی اینو گفته و هنوز هم میگه و ما هم گفتیم کار آسونی نیست. اینجوری نیستش که ما یه سویچ باشه روشن خاموشش میکنیم. همه ما میدونیم که مسئله بسیار پیچیده هستش. چجوری شما تحریم ها رو لغو میکنین و ایران باید چیکار بکنه که به تعهدات کاملش عمل بکنه؟ برای همین هستش که ما از همون اول گفتیم که ما مایل هستیم بشینیم با دولت ایران راجع مسئله حرف بزنیم، ببینه که چجوری میتونیم به تعهداتمون عمل بکنیم. موضع ایران این بوده که تا وقتی تحریم ها لغو نشدن نمیخوام با ما مذاکره بکنن. البته این قابل درکه، اما میدونین، شما میدونین، من سالهاست که دارم میگم اینکه آمریکا بشینه با یکی مذاکره بکنه، اونا بشینن با ما مذاکره بکنن، چیزی نیست که بخوام به همدیگه لطف کرده باشیم. به نفع هر دوی ماست که بتونیم به این نقطه‌ای برسیم که هر دو بتونیم به اون نقطه‌ای برسیم که هر دو میخوایم اونجا باشیم. برای همین اصلا ما خوشنود نیستیم از این تحریم ها. ما میدونیم که وضعیت سختی رو ایجاد کرده، ولی کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که با ایران صحبت بکنیم به هر شکلی که دولت ایران راحته که با ما مذاکره بکنه تا برسیم مرحله که بتونیم تحریم ها رو لغو بکنیم طبق تعهدات ما بر اساس برجام و گام هایی که ایران باید برداره. البته این فقط بعضی در ایران نیستن که میگن شما دارید همون سیاست آقای ترامپ رو ادامه میدید. جرارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، این هفته یک یادداشتی نوشت و گفت از سیاست آقای بایدن در مورد ایران راضی است. بیای فراموش بکنیم بعضیا شاید ما رو تایید بکنه، هرچند سیاست ما کاملا با سیاست های دولت ترامپ فرق میکنه. ما میخوایم برگردیم به برجام. اگه ایران بگه برجام. من متوجه شدم که خیلی از مقامات ارشد ایران از همون اول گفتن که اونها حاضر هستن اگه لازم باشه گام به گام به برجام برگردن، یه جا به برجام برگردن، میدونین. ولی این اتفاق نخواهد افتاد اگه هر طرف بشینه گوشه و بخواد بگه اون یکی پیش قدم بشه. مهم این هستش که دو طرف بتونن با هم دیگه صحبت بکنن، مستقیم دور یک میز با هم حرف بزنن. اگه ایران نمیتونه این کارو انجام بده به هر دلیلی، میشه این کار از طریق شخص ثالث انجام داد. ولی ما فکر میکنیم که آمریکا و ایران هر دو باید گام‌های لازم رو بردارن که بتونن به برجام. آقای ظریف یک دیپلمات کارکشته هستش، اون میدونه که اتفاقی نخواهد افتاد اگه هر طرف بخواد بشه با خودش شطرنج بازی بکنه. دو طرف باید با هم توافق بکنن و همونطور که من گفتم، ما هر شکلی که ایران راضی باشه ما اون کارو انجام میدیم. ما زیاد تعصبی روی شکل و شمایل کار نداریم، ولی ما میخواد رو در رو باشه. دیپلماسی به همین شکل هستش. اگه ایران بخواد پیشنهاد دیگه‌ای بده ما حاضریم گوش بدیم. اما در حال حاضر اروپا و دیگر بازیگران و امضا کنندگان برجام دارن به ایده های جدیدی فکر میکنن. شما میدونید که اتحادیه اروپا فکر کرده که حاضر یک گردهمایی غیر رسمی داشته باشه از اونهایی که برجام رو امضا کردن، که حالا آمریکا هم به عنوان یک بازیگر ناظر برگرده. ما هر ایده رو میتونیم گوش بدیم. میدونم بحثایی در داخل ایران هستش. صحبتی از طرف آقای روحانی رو شنیدیم که تقصیر رو به گردن ایده در کشور خودش انداخت که مانع لغو تحریم ها شدن. ما خودمون رئیس جمهور ایران رو مقصر نمیدونیم. ما خودمون میدونیم چه گام های ما باید برداریم، پرهیز هم نداریم از اون گام ها. اما رئیس جمهور خیلی گفته ما حاضریم برگردیم برجام، ایران حاضر برجام برگرده. اگر ایران بخواد به برجام برگرده، آمریکا هم میتونه. ما میتونیم این بازی رو همینجوری ادامه بدیم که کی بخواد پیش قدم بشه. اما ما میدونیم که هیچ طرفی به طور کامل قدم اول رو بر نمیداره. باید بخیر توافق باشه که به چه شکلی این کار رو هماهنگ بکنیم، اما باید راجع بهش حرف بزنیم. این اتفاق به طور یک جانبه نمیفته که یک طرف تمام گام ها رو برداره بعد ببینه اون طرف گام بعدی رو برمیداره یا نه. وزیر خارجه ایران ساعتی پیش گفتگویی کرده با نشریه پولیتیکو اینجا در واشنگتن و گفته است که این تاکید شما بر نشستن و گفتگوی مستقیم راهی است برای اینکه امتیازات بیشتری بگیرید و جدی نیستید برای بازگشت به برجام و اگر طرفین بخواهند برگردن راهش معلومه و در عرض 20 روز یا یک ماه میشه این کار کرد. پاسختون به او چیست؟ ما فکر میکنیم که سیاست فشار حداکثری به ضرر منافع آمریکا بوده، منطقه رو ناامن‌تر کرده و برنامه هسته ایران رو پیشرفته تر کرده. ما فکر می‌کنیم به ضرر مردم ایران هم بوده، به ضرر دولت ایران هم بوده. شکی در این باره نداریم. اما نگاه ما این هستش که به نفع هر دو طرف هست. من از طرف آمریکا حرف میزنم. به نفع منافع ما هستش که برجام احیا بشه، که آمریکا به برجام برگرده، که ایران به برجام برگرده. این خیلی مهم هستش برای آقای بایدن و تمام تیمش که بتونیم بعداً دوباره به یک توافق دیگه دست پیدا بکنیم که مسائل دیگه رسیدگی بکنه، مسائلی که برای آمریکا خیلی مهم هستن، برای منافع ملی ما مهم هستن. اما مطمئن هستیم که مسائلی است که ایران هم بخواد راجع بهش حرف بزنه، به نفع اونهاست که راجع بهش حرف بزنه. اما باید این مذاکره رو ما داشته باشیم. من یادمه در زمان برجام آقای ظریف خودش گفتش که امیدواریم برجام سقف مطالبات ما نباشه، بیاین سعی کنیم به اون سقف برسیم. در مورد دیگر اختلافات تهران و واشنگتن صحبت کردید، نقض گسترده حقوق بشر و خشونتی که حکومت ایران به کار میبره علیه شهروندانش از اصلی ترین های اونهاست. آیا با برجام یا بدون برجام بهتر میتونید تأثیر بذارید بر رفتار حکومت ایران در حوزه حقوق بشر؟ با برجام یا بدون برجام ایالات متحده آمریکا و دولت بایدن بسیار متمرکز خواهد شد روی مسئله حقوق بشر. برخلاف سیاست‌های دولت ترامپ، ما به طور اصولی این کار انجام میدیم. حقوق بشر در منطقه، در سراسر دنیا. شما شنیدید که وزیر خارجه ما، رئیس جمهور ما راجع به حقوق بشر در همه جای دنیا صحبت کرد. اما در مورد خاص ایران، بله، ما منزجری هستیم از بعضی از موارد نقض حقوق بشر، نقض حقوق مردم ایران. ما اگه لازم باشه نوری بر این مسئله خواهیم تابان. دو نفر هستن که ما معتقد هستیم، که در ایران مورد شکنجه قرار گرفتن، در زندان نوین مورد شکنجه قرار گرفتن. این مسئله ما رو نگران میکنه. شما واقف هستین که شهروندان آمریکایی ایرانی زیادی هستن، دو تابعیت ها، که ایران داره از اونها به عنوان وجه مصالحه استفاده میکنه، با ابزار فشار استفاده میکنه. مثلا سیامک نمازی یا پدرش، یا مثلا مراد تاهباز، بابل منسن رو فکر کنید که هنوز خانواده‌اش منتظرش هستن که بتونن بقایای اجسادش رو بگیرن، اصلا بفهمن که چه بر سرش اومد. ما حاضرین برای همه اونها بجنگیم. تا مطمئن باشیم که اونها بتونن برگردن به آمریکا و خانوادهشون رو دوباره ببینن. اما در زمین حقوق بشر من قبلا گفتم سیاست ما در زمین حقوق بشر اصولی هستش. ما میخوایم که بتونیم در رویکرد حقوق بشری خودمون منطقی باشیم. حتی در داخل آمریکا، حتی بتونیم در داخل آمریکا هم موارد نقض حقوق بشر بهش رسیدگی بکنیم که مطابق با افکار و مرام خودمون باشه. بر هم یکی از اولین گام‌هایی که دولت بایدن برداشت این بود که لغو بکنه ممنوعیت سفر شهروندان بسیاری از کشورهای اسلامی با آمریکا، که این باعث خواهد شد که ما بتونیم همگام با ارزش‌های خودمون عمل بکنیم که فکر می‌کنیم راه درست رفتار با مردم دنیا است. در اینی که آقای بایدن ممنوعیت فرمان ورود رو برای ایرانی‌ها و شهروندان کشورهای دیگه برداشت، اما بعضی از اون محدودیت‌های ویزایی همچنان ادامه داره، از جمله مردان ایرانی که خدمت اجباری سربازیشون رو در سپاه انجام دادن. حتی وقتی که با یک شهروند آمریکا ازدواج کردن در روزهای گذشته دیدیم که بازم تقاضای ویزاشون رد شده و بهشون گفتن شما عضو سپاه هستید، در حالی که میدونیم بسیاری از ایرانیان بدون اینکه اختیار داشته باشن مجبورن در سپاه خدمت سربازیشون رو بگذارن. آیا در این مورد تغییری خواهیم دید؟ بله، ما داریم مسئله رو نگاه میکنیم. بیشتر از این نمیتونم راجع بهش صحبت بکنم، ولی اونها رو بررسی میکنیم. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید آقای مدنی. متشکر هستم و نوروز شما پیروز و نوروز همه اونایی که اون رو جشن میگیرن مبارک. گفتگوی بهمن کرباسی بود با رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران. امیر حکمتی، آمریکایی ایرانی الاصل، میگوید ظن پلیس فدرال آمریکا FBI در مورد جاسوسی او برای ایران کاملا بی‌اساس است. آقای حکمتی 5 سال پیش همزمان با اجرای توافق هسته‌ای یا برجام همراه گروه دیگری از ایرانی آمریکایی‌ها با زندانیان ایرانی در ایالات متحده مبادله شد. FBI به سوال ما درباره ادعای مطرح شده علیه آقای حکمتی جواب نداد، اما خود او از روند شکل‌گیری این اتهام به ما گفت. ببینید، اولا که این اتهامات رسمی نیست، جای ثبت نشده، نه دادگاهی این اتهامات رو قبول داره در امریکا، نه قاضی، نه دادستانی، کسی به دنبال این اتهامات. این اتهامات یک مأمور FBI هست که اینا رو ادعا داشته. در سال 2016 یه بار با من صحبت کرد که من توضیح دادم، مثلا اون حرفای شما رد کردم و حتی دلایل دیگری آوردم که اینا غیر ممکنه. بعد از اون موقع من دیگه هیچ ارتباطی با این فرد نداشتم. یک بار دیگه با من تماس نگرفت. سال 2016، فوریه 2016، این آقا اومد یه سری از این اتهامات به من زده. دیگه کاری نکرده. خب شما میتونید خودتون بپرسید. پس ادله‌ای وجود نداره. طرف هیچ اقدام قانونی برای من نکرده، چون دلیلی برای این چیزا نیست. اصلا یه چیز مضحکه. چطور میشه طرف بره ایران، دستگیر بشه، زندانی بشه، حکم اعدام براش ببرن، این همه به من برخورد کنن تو ایران مامورین ایرانی، به دلیل اینکه من رفته بودم اونجا بین آقایون اینفورمیشن بدم. اصلا این مضحکه. آقای اوباما، آقای بایدن، آقای کری، همشون خب اینا بهتر میدونن، یا این یه ماموره. اینا 5 سال علنی ادعا داشتن که آقا شما این امیر رفته، یه ابزار سیاسی تبلیغاتی، چیز طبیعی است. خیلی حتی الان هم 10-20-100 نفر هستن تو ایران گروگانن به همین خانم نازنین ردکلیف که هموطن شماست. این چیز جدیدی نیست. خب ادله‌ای وجود نداره. اگر ادله‌ای وجود داره ما خودمون گفتیم آقا ادله‌ای برو برای به دادستان بگو پرونده ایجاد. برای من پرونده وجود نداره، فقط یه اتهاماتی که خود مأمور داره تو گزارشش نوشته و ولی هیچ دادستان، هیچ قاضی، هیچ کسی اینا رو دنبال نکرده. الان چرا این قضیه علنی شد؟ چون ما رفتیم، من و وکلا هم رفتیم، ما شکایت کردیم از این مأموره، نه به خاطر اینکه اینها دنبال این قضیه هستن یا اینا ادعا دارن. اینا لاسوت ما رو، شکایت ما رو میخوان، یعنی در واقع نمیخوان اصلا جوابش رو بدن. یه جورایی به قاضی گفتن که این پرونده رو شما باید بندازید بیرون از دادگاه، نمیشه. ما میخواستیم یعنی در واقع آبرو حیثیتمون رو محافظه کنیم که شما دروغ گفتید، اینم در یه دادگاه رسمی قاضی ادله رو نگاه کرده و دیدی که بله شما محکوم شدن. آقای حکمتی در بخش دیگه از این مصاحبه درباره دوران زندانش در ایران و همچنین نحوه بازداشت و اعترافگیری از او گفت. اولین باری که من به خاک ایران، اولین باری که من دارم میام ایران، اون موقع من اصلا فارسی بلد نبودم. بعد یه هوی بعد 3 هفته با ما 3 هفته خیلی بهترین وقت زندگیمو گذروندم تو 3 هفته. ولی اولین بار من مادر بزرگ، دایی، عمه، خیلی فامیل، خیلی هم تهران، اصلا خیلی حال کرده، خیلی قشنگ بود. بعد 3 هفته یه هوی میان میگن آقا ما از پاسپورت نمیدونم چی ما باهاتون کار داریم، سوال داریم که ما رو بردن اوین. بعد یهو چشمو باز می‌کنم میبینم با چشمم شما باز می‌کنم تو 240 انفرادی هستم. خب خیلی وحشتناک بود. 28 سالم بوده. بعد خب بعد چندین ماه انفرادی هر چی ما میگیم آقا میگه نه خودت بگو تو جاسوسی، اگر بگی جاسوسی آزادی، اگر نگی میمونی. خب چیکار کنم؟ بعد 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، بعد یهو مثلا فشارهای روانی، فشارهای فیزیکی، درگیری که اتفاق افتاده، نمیدونم شوکه. حالا یه دوران سختی بود، نمیخوام خیلی وارد این جزئیات بشه، ولی خب بدونم از من بشنوم، خیلی رخ دقیق بگم که بله این اقرارها همه تحت فشار بود. من هرگز وارد ایران برای جاسوسی یا برای این حرفای بی ارزش نبوده و نبودم. رفتم به خانواده‌ام رو ببینم، همین دیگه. اینم که این کارو کردن، اینا جای جالبه، جای توجهه که حرفایی که این باز رو میزنن، میگه که آقا ما که محکوم به اعدام شدیم. محکوم به اعدام خیلی برای ما سخت بود. هر وقت در سلول انفرادی رو باز میکردم گفتم خب تمام شد، ما رو میبرن دار بزنن. آقا میگه که اگه اعدام شدی و گناهکار بودی، گناهات پاک میشه میری بهشت. اگر هم نبودی خب بیگناه بودی، بازم میری بهشت. خب بس چرا نگرانی؟ اشکالی نیست. این من فکر کردم که خب این جوکیه یا این میخواد من اذیت کنه، ولی فکر کنم که این واقعا این چنین باور رو دارن که کارشون چجوری اینا مثلا میخوابن شب، چجوری اینا مثلا با وجدانشون میتونن این کار رو ادامه بدن، نمیدونن. اولین حرفی که به من، یعنی طرف میخواست من بگه که ما میدونیم که کار شما تحت فشار، شکنجه، آقای بازجو، آقای مامورین امنیتی، اینا فراقانونی هستن، اینا فرادین، فرا همه چیز هستن. از قاضی بیشتر نفوذ داره، از دادستان بیشتر نفوذ داره، هر چی اون بگه همونه. بخواد بمونیم، یعنی از انفرادی شروع میشه، بعد همینجوری هی میره بالا تا به نتیجه برسن. بعد از یه مدت دیگه آدم دیگه خب میفهمه که خب اینجا نه قانونه، نه چاره‌ایه، نه هیچی. خب یه تا اون موقع دیگه ما تقریبا 1.5 سال انفرادی بودیم. اینجا مثل جایی مثل 240 209 جایی نیستن که طرف یک هفته حتی دوام بیاره. 1.5 سال. یعنی خب یه بگم که بینندگان شما این روش‌ها رو خیلی از منشأ بهتر می‌دونن. امیر حکمتی بود، عضو سابق نیروی تفنگداران دریایی آمریکا که با ما صحبت کرده بود. در ایران آتنا دائمی، فعال مدنی، از زندان اوین تهران به زندان لاکان رشت منتقل شده. مادر او گفته چنین کاری در آستانه سال نو مثل شکنجه است. در روزهای گذشته عده‌ای دیگه از زندانی‌های سیاسی هم از زندانی به زندان دیگه جابجا شدند. پرهام قبادی گزارش میده. دخترم با این فشارهایی که رو دختر من میارن، دخترم قوی‌تر میشه، شجاع‌تر میشه. متاسفم براش. صدای مادر آتنا دائمی، فعال دفاع از حقوق کودکان، که دیشب از زندان اوین به زندانی دیگر جابجا شد. تازه ترین مورد از فشار بر زندانیان سیاسی در ایران. مادر خانم دائمی به ما گفت که چنین اقدامی چند روز پیش از سال نو مصداق شکنجه است. فکرش رو نمی کردیم. ما جا خوردیم، خیلی هم جا خوردیم، واقعا متاسف شدیم که چرا این کارو کردن تو این شب عیدی. چرا این یه نوع شکنجه است، واقعا یه جور عذاب و شکنجه است که هم به خودش دارن میدن هم به ما. دیگه همه چی درست شد. یعنی تو مملکت ما این کاری که اینا دارن میکنن، یعنی همه چی دیگه، همه مشکلات ایران حل شد با این تبعیدهایی که اینا دارن انجام میدن تو این یه هفته‌ای که برای کسای دیگه هم این کارو کردن. دختر من اولین نفر نیست. اشاره او به موج تازه جابجایی زندانیان سیاسی است. آتنا دائمی دیشب از زندان اوین به زندان لاکان رشت منتقل شد. 4 روز پیش هم اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، را از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. اما بعد او را به بازداشتگاه کلانتری کرج فرستادند، دوباره به اوین برگرداندند و در نهایت دیروز به زندان رجایی شهر کرج منتقلش کردند. هفته گذشته سپید قلیان، حامی اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، از اوین به بوشهر منتقل شد. علیرغم اینکه درخواست انتقال به زندان سپیدار اهواز را داشت تا نزدیک دسفول، محل سکونت خانواده‌اش باشد. بوشهر با دسفول حدود 600 کیلومتر فاصله دارد. همزمان مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که 12 سال است مرخصی نرفته، از اوین به زندان سمنان فرستاده شد. مسئولان زندان دلیل جابجایی آتنا دائمی را پسوند فامیلی او عنوان کردند که نام روستای اجدادی آنهاست. میگو اصلا خودم از تعجب خشکم زده. به من گفتم به خاطر پسوند شناسنامت. گفتم پسوند شناسنامم به من چه ربطی داره؟ من اون مال پدر مادرمه. اون روستایی که ما به دنیا آمدیم اسم پسوندش خشکن و دهان رو به شناسنامه‌های هممون هست. گفتم به خاطر اون ما اینجا تحقیقات کردیم که شما پدر مادرت اینجا زندگی میکنن و خودت هم بچه اینجایی. این هر چقدر اونجا اصرار کرده، گفته من الان پدر مادرم نزدیک 40 سال تهرانن، شما اومدین تو خونه پدریم منو دستگیر کردین بردین، چطور الان فهمیدین که من اونجا زندگی میکنم؟ گفتم فقط و فقط به خاطر همین. نحوه جابجایی خانم دائمی شبیه انتقال سپید قلیان بود. زندانی از مقصد بیخبر بوده. وقت کوچیک به من دادن و گفتن اساساتو کلا جمع کن. منم هر چی تو اوین بود همه رو جمع کردم. بعد هر چی هم ازشون سوال کردم که می‌خواید منو کجا ببرین، میگه هیچ توضیحی ندادن. انتقال زندانیان سیاسی در شرایطی که مسافرت به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا راحت نیست. امروز خودمونم باور نمی‌کردیم، چون اصلا تو پروندهش نبوده که تبعید، اصلا نبوده که ببرن جایی. خودمونم باور نمی‌کردیم، ولی خب فکرشو می‌کردیم. اگرم ببرن میبرن قرچک. هیچ وقت فکر نمی‌کردیم مثلا راه دور بدن، شهرستان بدن. اینو ما هیچ وقت فکرشو نمی‌کردیم. غافلگیری خانواده‌ها در روزهای منتهی به نوروز. ایدی حکومت به زندانیان سیاسی. پرهام قبادی، BBC. 29 اسفند 1399 70مین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایرانه. 7 دهه پیش به دنبال فعالیت‌هایی که به جنبش ملی شدن نفت مشهور شد، امتیاز نفت لغو شد و فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران پایان گرفت. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به داستان ملی شدن نفت در ایران. در سال 1280 خورشیدی، ویلیام ناکس دارسی در قراردادی با مظفرالدین شاه قاجار امتیاز کشف و تولید نفت در ایران را می‌گیرد. در خرداد 1287 در مسجد سلیمان نفت کشف می‌شود و این آغاز تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه است. آیدی ایران از تولید نفت ناچیز است و در مقابل بریتانیا سهم زیادی دارد. چون دارسی بخش عمده سهام شرکتی که حالا Anglo-Persian Oil Company نام گرفته را به دولت بریتانیا فروخته. نفت از اینجا به یک کالای استراتژیک تبدیل می شود. تا قبل از آن از نفت برای روشنایی و گرمایش استفاده می شد. اما از زمان کلیدی شدن نفت برای تأمین سوخت کشتی های نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، اهمیت سیاسی آن هم چند برابر می شود. کشف نفت توجه دولت بریتانیا را جلب می‌کند، به ویژه چرچیل که در آن زمان فرمانده نیروی دریایی بود. او می‌خواست سوخت کشتی‌ها را از زغالسنگ به نفت تغییر دهد. این به آن معنا بود که باید به منابع نفت دسترسی پیدا می‌کرد. به همین خاطر در سال 1914 میلادی دولت بریتانیا سهام عمده شرکت نفت انگلو پرشین را می‌خرد. این اتفاق باعث می‌شود که دو دولت بر سر نفت در مقابل هم قرار بگیرند. پس از پایان جنگ جهانی و مدتی بعد از آغاز پادشاهی رضا شاه پهلوی، امتیاز نفت و سهم پایین ایران از این قرارداد دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد. Chief Executive and Chairman of BP negotiated the agreement pretty much personally with Reza Shah. رئیس شرکت BP شخصاً با رضا شاه بر سر قرارداد 1933 مذاکره کرد. وقتی از این مذاکره برگشت گفت حسابی باختیم. به عبارت دیگر برای مدیران شرکت نفت انگلو پرشن این قرارداد یک پیروزی نبود و آنها معتقد بودند که زیادی امتیاز دادند. مخرج مشترک تمام ناقدان این قرارداد افزایش دوران امتیاز بود. به خواستایی هم رسید. قرار بود پالایشگاهی در غرب کشور تأسیس بشه که شد، پالایشگاه نفت کرمانشاه. قرار شد که ایرانیزه کردن به اون زمان میگفتن نیروی کار تامین بشه که شد. قرار شد که شرکت نفت گامهایی رو برای تأمین مسکن کارگران برداره، گامهایی محدود اما برداشته شد. The Persian word Abadan means place of great prosperity and it was the Anglo-Iranian Oil Company that provided for most things there. قرار بر این رفت که دانشکده نفت و مدارس نفتی برای دادن مهارت به نیروی کار انسانی ایرانی تشکیل بشه. دانشکده نفت آبادان در حقیقت حاصل همین دوران بود و از این دست قرارداد 1933 تامین کننده همه خواست طرف ایرانی نیست. با این حال رضا شاه از لغو کامل امتیاز دارسی خودداری می‌کند. بیمناک شد که دولت انگلیس کوشش بکنه برای برانداختن سلطنتش و چون او هم مثل هموطنانش یا مثل خیلی از هموطنانش به قدرت لایزال و جادویی انگلیس اعتقاد داشت. دولت بریتانیا ناخرسندی خودش رو از رفتار رضا شاه نشون میداد در مورد نفت و آخرین باری که دولت بریتانیا اون چک پرداختی رو بابت بهای نفت به دولت ایران داد، به روایت دکتر متین دفتری این بود که گفت ما هیچگاه شانتاژ اعلی حضرت رو فراموش نمی‌کنیم. آذر 1322 کنفرانس مشهور تهران، جایی که رهبران امریکا، شوروی و بریتانیا از ایران پل پیروزی برای غلبه بر آلمان و متحدانش می‌سازند. چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا، با تجربه از جنگ جهانی اول از ارزش استراتژیک نفت جنوب ایران آگاه است. استالین اما در فکر دستاندازی به نفت شمال ایران است. یک کارزاری رو حزب توده ایران و با حمایت اتحاد جماهیر شوروی به راه انداخت برای دفاع از امتیاز نفت شمال و این یک در حقیقت شکافی رو بین حزب توده پدید آورد. خب مجلس تشکیل شد و رأی نداد به این امتیازخواهی اتحاد شوروی. علت شکست حزب توده در مجلس مقاومت محمد مصدق، نماینده پرنفوذ تهران است. مصدق و نزدیکانش بعد از ناکام گذاشتن چپ‌ها و شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال به سراغ امتیاز انگلیسی‌ها در مناطق نفتخیز جنوب می‌روند. به پیشنهاد حسین فاطمی تشکیلاتی به نام جبهه ملی به راه می‌افتد که شعار اصلی آن ملی کردن صنعت نفت است. جبهه ملی در مجلس 16ام فراکسیون کوچک اما مؤثری به وجود می‌آورد. ابوالقاسم کاشانی از رهبران سیاسی مذهبی وقت نیز با جبهه ملی همراه می‌شود و بخش‌های مذهبی جامعه از ملی شدن نفت پشتیبانی می‌کنند. با آغاز جنگ سرد امریکا نگران می شود ایران به دست بلوک شوروی بیفتد. نتیجه فشار واشنگتن بر متحدش در لندن برای تجدید نظر در قرارداد نفت و راضی کردن ایران است. در اواخر دهه 20 خورشیدی عباس قلی گلشایان وزیر وقت دارایی در مذاکره با نالگس نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس برای تجدید نظر در قرارداد نفت به توافق می‌رسند. مخالفان اون قرارداد میگن که نه، باید وضعیت تازه‌ای رو در حقیقت سامان بدیم. از طرف دیگه کسانی هم هستن که از قرارداد، از اون لایحه الحاقی گلشایان عبور میکنن. چرا اصلا ما شاهد یه دگرگونی بیشتر نباشیم و 50-50 رو در حقیقت نخواهیم مطرح کنیم؟ و این صدای رزمارا بود. خب حزب توده از طرف دیگه میگفتش که اینا امریکاییه، رزمارا امریکایی. ملی شدن نفت سراسری رو هم نمیخواست، فقط نفت جنوب رو میخواست. طرف دیگه هواداران مصدق اشاره می‌کردن که نه، ما 50-50 رو نمی‌خواهیم، بلکه باید بریم به سمت ملی کردن سراسری نفت. رزمارا در اوج مجادلاتش با مجلس به دست فدایان اسلام ترور می‌شود. چند روز بعد از ترور نخست وزیر مجلس رأی به ملی شدن نفت می‌دهد. پس از آن سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 ملی شدن نفت را تایید می کند و به نیم قرن امتیاز نفت انگلیسی ها در ایران پایان می دهد. هموطنان عزیز، محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که از تاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده. حالا 70 سال است که ملی شدن نفت نکو داشته می شود. 29 اسفند تنها مناسبت ملی معاصر است که قبل و بعد از انقلاب در تقویم ایران تعطیل رسمی است. شیدا هوشمندی، BBC. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم، اما میدونید که میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو روی وبسایتمون و همینطور روی یوتیوب تماشا کنید. ممنون که همراه ما بودید.